سنگ جمع کنید، گل درست کنید. می خواهیم در غار را مسدود کنیم. چند نفر برون آب بیاورن. جناب ماکسیمیلیان، جناب تل می خواه، صدای مرا می شنوید؟ جناب دیوکلتیانوس به من امر فرمودند که درب غار را مسدود کنم. آهای، صدای مرا می شنوید؟ یا بیایید بیرون یا همانجا زنده به گور خواهید شد. شروع کنید، درب غار را مسدود کنید. کمکش کن. سیاستان کن. کنتر. سریتر. کنتر. برو کمکش کن. چرا ایستادی؟ با تو هستم. خیلی خوب. کنتر. تونتر، تونتر، برو کمکش کن، برو کمکش کن. خوب عملش بیا. بده به او. حافیست بروید، برو بروید. کلودیوس، سه نفر نگهبان اینجا میماند. بروید بروید. بروید همینجا میمانید. بقیه پایین کوه. محکم بکش، محکم بکش. کافیست دیگر، بیا اینجا. بیکار رئیس. محکم بکوب قرص شد. تا سه ماه اینجا هستیم. بیکار نیستیم. شماها بیایید اینجا. آری، هست. هست. میگویند خیلی وحشتناک بودند. حتی دقیانوس هم به وحشت افتاده و از غار گریخته است. هیچ کس جرأت ورود به غار را ندارد. ظاهراً خدای آنان از خدایان ما قوی تر است که کسی نتوانسته به آنان دست یابد. هیچ کس نتوانسته است به درون غار برود. قطعاً خداوند از آنان حمایت کرده است. آنها قدیس هستند. هیچگاه دست دقیانوس به آنان نخواهد رسید. ای کاش میتوانستیم آنها را نجات دهیم. این که مشکلی نیست. کافی است کمی همت به خرج دهیم. ساده اندیشی نکنید برادران. به این راحتی نیست. فقط دعا کنید خداوند آنها را در پناه خود حفظ کند. من خدا را نتوانستم بگیرم. خدا را شکر.
یا عیسی یا عیسی مریم آن مادر حفظ کن آفز کن تا به حال چیزی نخوردید ارکمید اگر به این وضع ادامه دهید مریض خواهید شد بانوی من میبینی او به تبع شما چیزی نمیخورد آخر چرا غذا نمیخورید من اگر چند روز غذا نخورم میمیرم نمیدانم چرا این سوال رو میپرسید پدرم اکنون 10 روز است که غذایی نخورده اگر تو آخر عمرم گریه کنیم کم است اما چاره ای کار گریه نیست به جز گریه چه کاری از ما سوال است شما باید فکر کنید همسرانتون چه اهدافی داشتند آنان دارای قدرت و موقعیت مناسبی بودند و از آن برای اهداف خود بهره می گرفتند از ما که کاری ساخته نیست شما هم می توانید اهداف آنان را ادامه دهید تا می توانید در مجالس مخفی همکیشانتان شرکت کنید و پیام همسرانتان را به همه ابلاغ کنید بانو هلن بانو هلن جولیوس با ایشان کاری ندارم درود بر بانو هلن از کی تا کنون بدون اجازه وارد منزل ماکسیمیلیان می شوید هلن من گمان می کردم بعد از ماکسیمیلیان نه من گمان می کردم بتوانم دوست خوبی برای شما باشم اما ظاهراً اشتباه کردم مثل همیشه خیالات باطل و احمقانه به نشانه دوستی و با ارادتی که به جناب دیوکلتیانوس دارم این اهانت شما رو فراموش میکنم بیشترین لطف شما در حق ما مرگ شماست اگر لطف کرده و بمیرید ما بی نهایت خوشحال می شویم او گمان می کرده بعد از جناب ماکسیمیلیان جایی در قلب هلن برایش باز می شود همین نشانه ی رزالت اوست می بخشید بانوی من عرضی داشتم بگو گالوس ممکن است دیر شده باشد اما من تصمیم گرفتم به هر قیمتی که شده عالی جناب ماکسیمیلیان و یارانش را نجات دهم تو تنها؟ پتروس و چند نفر از موحدین نیز با من هستند اگر خدا بخواهد موفق می شویم شما ظاهراً تصمیم خود را گرفته اید من دیگر چه بگویم؟ برای من دعا کنید بانوی من برای من دعا کنید
خدا نگهدار. سه نفر اومدن. پتروس است. درود بر شما. خوش آمدید پتروس. چقدر دیر کردید؟ تهیه سلاح بسیار وقت من را گرفت. خیلی خوب. همه نقاب دارند؟ آره. خوب. 10 روز مدت زیادی نیست. آنان حتما هنوز زنده اند. به یاری خدا نجاتشان می دهیم. بسیار خوب. آن سنگ را بیاور. همه توجه کنید. کوه اینجاست. غار در قسمت جنوبی کوه واقع شده که 3 نفر نگهبان دارد. یعنی در اینجا، اینجا و اینجا. در پایین کوه چادر سربازان رومی قرار دارد. به تعدادی سرباز در آن مستقر هستند. دهکده رقیم هم در قسمت غرب واقع شده. پس با این حساب می‌بینید که قسمت شمالی کوه بی محافظ است. ولی راه آن قسمت بسیار دشوار و سخت است. راهی سخت اما مطمئن. ما اگر موفق شویم نگهبان جلوی غار را بزنیم، فرصت کافی برای خراب کردن دیوار و برداشتن سنگ‌های جلوی آن و نجات جان آنان خواهیم داشت. موفقیت ما در گروه حفظ آرامش و سکوت است. بله، کاملا باید سکوت را حفظ کرد. بسیار خوب، اگر مطلبی نیست حرکت کنیم. پتروس، تو جلو برو. مواظب باشید. سربازان نگهبان کوه است. چند تایی در حال گشت هستند. تعدادشان هم کم نیست. آن هم دهکده رقیم است. غار در پایین در همین نزدیکی زیر پای ما قرار دارد. جلوی غار چند نگهبان هستند که باید بی صدا از بین بروند. دغدغه به خود راه ندهید. از اینجا به بعد کاملا باید با آرامش و سکوت حرکت کنیم. آماده اید؟ حرکت می کنیم. Thank you.
بلند رو بیا با. چه شده؟ به غار حمله کردن. مشعل‌ها را روشن کنید. به طرف غار می رویم. به جنبید. شهر کلتر. حرکت کنید. به جنبید. لعنت بر شما. بروید دنبالش. در این تاریکی بیفایده است. جنازه ها رو ببرید پایین. چهار نفر اینجا بمانن نگهبانی دهند. بقیه بیاید پایین. نگرش دار. این کار جلوی عفونتش رو خواهد گرفت. نگران نباش، چیزی نیست. زخم چندان عمیق نیست. به زودی التیام خواهد یافت. با این همه تلاش متاسفانه نتیجه حاصل نشد. کاش میتوانستیم آنان را نجات. بگذار باز هم گداخته شود. طبیعی است که از حال برم. پتروس، چه شده؟ شرمندم، نتوانستم جناب ماکسیمیلیان را نجات دهم. ما سعی خود را کردیم.
اما نشد. پس تقصیری بر ما نیست. ولی او جان خیش را به خطر انداخت و مرا نجات داد. بله بله، خوب به خاطر دارم. من آن روز را هیچگاه فراموش نمی کنم. شیرش را از دست داد. کار او تمام است. مبارزه بدی نبود. من عاشق رسم گلادیاتورها هستم. اگر آمفی‌تئاتر نباشد نمیدونم باید چگونه تفریح کنم.
تیراندازها. نه میبینی که اطاعت نمی کند، تمرد می کند. تا به حال چنین قهرمانی ندیده بودم. عالی جناب، این شجاعت است نه تمرد. من او را رام خواهم کرد، او را به من بسپارید. ولی این جسارت او دیگران را هم جری خواهد کرد جناب مشاور. دیگران نباشید، من از این اسب چموش بر ری مطیع خواهم ساخت. آخرش چه؟ او بالاخره باید در همین میدان کشته شود. نه عالی جناب دیوکلتیانوس، او باید صدها گلادیاتور قوی و رزمنده را آموزش بدهد. او را به من بسپاری تا دهها گلادیاتور به شما تحویل دهد. باشد. عالی جناب دیوکلتیانوس شما را عفو کردند. درود بر عالی جناب دیوکلتیانوس. سرباز، نگهبان، باز کن. بیا بیرون. تو باید بدانی که سرپیچی از فرمان دیوکلتیانوس بدون مجازات نمی‌ماند. ببندیدش. را بیفت. بزنیدش. او باید یاد بگیرد که از اوامر دیوکلتیانوس اطاعت کند. فیست، او را به زندان ببرید. برو. اسمت چیست؟ پتروس عالی جناب. چرا آن گلادیاتور را نکشتی؟ عالی جناب، او دوست من بود. پس تو معنی دوستی را میدانی؟ فکر میکنم این را در میدان مبارزه ثابت کردم. به دوست دیگری نیاز نداری؟ حقیر لیاقت دوستی با شما را ندارم.
منظورم من خودم نیستم. میخواهم تو را با بهترین و دلسوزترین دوست انسان آشنا کنم. آشنایی با او زندگیت را تغییر میدهد. و او مرا با خداوند آشنا کرد. از آن روز دنیا را به گونه دیگر میبینم. چندین بار خواستم اینجا را ترک کنم ولی جناب ماکسیمیلیان نگذاشتند از اینجا بروم. او گفت ما و دیگر هم کیشانت به تو احتیاج داریم، ولی پس از رفتن ایشان دیگر دنیا برایم تنگ و تاریک شده و هیچ علاقه ای به ماندن ندارم. بانوی من، خدا را گواه میگیرم که از اون چه در توان من بود دریغ نکردیم، اما نشد. میدانستم که شما همانند دیگران به اون غار را نخواهید یافت. اگر ورود به اون غار ممکن بود، دیوکلتیانوس و سربازانش وارد می شدند. بیدار پنداشتی و حالان که در خواب بودند و ما آنان را به پهلوی راست و چپ می گردانیدیم. من ارکمید را دوست دارم. چرا پیش من نمی آید؟ جای تو و ارکمید در قصر است، اینجا نزد پدرت، نه در آن خانه شوم، آن هم تنها. ارکمید آن خانه را دوست دارد. ارکمید نوه من است. حال که پدر خائنش وجود ندارد، باید به نزد من بیاید. من باید راه و رسم بزرگی و جنگاوری را به او بیاموزم. پدرش به او چیزهای بهتری آموخته است که هیچگاه فراموش نخواهد کرد. تو هنوز هم از آن خائن سخن میگویی؟ نکند تو هم مثل او؟ بهتر است این سخنان بی حاصل را بس کنیم پدر. هلن، این نرم خوی من همیشگی نیست. وای به حالت اگر به من ثابت شود که تو نیز به کیش آنها در آمدی.
تخت با شکوهی است. بالاخره یک روز برام تکیه خواهم زد. بانو هلن، میبینم که سخنان جناب دیوکلتیانوس بانو هلن را برآشفته است. اگر جرأت داری در حضور دیوکلتیانوس بر آن تخت بنشین. جناب دیوکلتیانوس یک پدر است. او نمیداند که یک بانوی زیبا قبل از آن که نیازمند یک قصر باشد به یک همسر همشأن نیاز دارد. من از اول معتقد بودم که ماکسیمیلیانوس لیاقت همسری شما را ندارد. از این به بعد مواظب خودت باش هلن، چون تصمیم گرفتم ثابت کنم که تو هم مثل همسرت یک خداپرست رذلی و باید سر از بدنت جدا شود. عجب جسارتی. چیزی نمانده بود که در حضور آن همه افسر سرباز به امپراتور حمله کنم. باری باری، ندیدین امپراتور چقدر خشمگین بود؟ تا کنون امپراتوری را این همه خار و حقیر کسی ندیده. تو مثل اینکه خیلی خوشحالی. چرا نباشم؟ آن شب شب شکست دشمنان ما بود. هم بت‌پرستان و بت‌هایشان به تمسخر گرفته شدن، هم سران مسیحی آواره کولیابان شده. موافقم. بگذار هرچه میتوانن یک دیگر را بکشن. در هر حال به نفع ماست. آری، ولی ما باید رومیان را یاری کنیم. با آنان میتوانیم کنار بیاییم، ولی با موحدین ممکن نیست. با تو موافقم. خوشم آمد. بانوی من، سربازها کوه را ترک کردند. به غار می روم. اگر اجازه بدهید، می خواهم آنان را دفن کنم. صبر کن، من هم با تو می آیم. ولی برای شما مشکل است. شما توان بالا آمدن از کوه را ندارید، بانوی من. من پایین کوه خواهم آمد، صبر کن. چه خبر است؟ چرا نمی آید؟ دیر نکردن بانو من، می آید. یعنی اجسادشان در چه وضعی است؟ به درون غار می روم. چه دیگه؟
توانستیم نجاتشان دهیم. یعنی دفنشان هم نکنیم. یران ها مرده بودن که دفنشان کنیم. او چه میگوید؟ میدونم. آرام باش. چه میگوید؟ آرام باش. آرام باش. تا ببینیم چه کار میشود کرد. صبر کنید تا در آرامش بگوید. گویی قدر آرام گرفته. آرام. پس چگونه میخواهید دفنشان کنی؟ اصلا جرأت میکنی بار دیگر قدم در غار بگذاری؟ حالی جناب پس جواب آنها را چه بگویی؟ نمیدانم. در این خصوص با کسی سخن مگو. فقط به آنم بگو امکان تدفین نیست. بهتر از در آرامش خود بمان. برویم. بهتر است از اینجا برویم. آنها را دفن کردید؟ کسی نمیتواند آنان را دفن کند. یعنی چه؟ چرا؟ همین قدر میدانم. مشیت خداوند بر این قرار گرفته است که آنان دفن نشوند. یعنی نمیخواهید آنها را دفن کنید؟ چرا؟ چرا میخواهیم اما نمیتوانیم. من باید ببینم آنجا چه خبر است. برگردید بانوی من. برگردید. امکان ندارد بانوی من. اگر میشد آنها را دفن کرد مطمئن باشید ما این کار را میکردیم. چرا نمیگویید چه شده؟ آنجا چه خبر است؟ شما چه چیزی میدانید که از ما پنهان میکنید؟ ما هم نمیدانیم. یعنی هیچ کس نمیداند. فقط میدانیم که آن غار بهترین مدفن آنان است و کسی توان ورود به آنجا را ندارد. بانوی من، خواهش میکنم، خواهش میکنم شما بازگردید. من سعی میکنم برای شما تشریح کنم که چه دیده ایم. خواهش میکنم.